برای اولین بار پس از تاریخ آغاز به کار سازمان ملل متحد نشست جهانی دو روزه در استانبول درباره اقدامات انسان دوستانه برگزار شده است. در چارچوب این نشست نمایشگاه کمک‌های بشردوستانه نیز برگزار شد. بحران انسانی حال حاضر که بزرگترین بحران پس از جنگ جهانی دوم محسوب می‌شود، بعد اقتصادی نیز دارد. این نمایشگاه جایگاه ویژه‌ای در نشست استانبول داشته است. سازمان‌های غیر دولتی و شرکت‌هایی که محصولات مورد نیاز پناهجویان را تولید می‌کنند، گرد هم آمدند. هدف از برگزاری چنین نشستی که با احتساب نمایشگاه حدود 6000 نفر در آن شرکت داشتند، مقابله مؤثرتر با بحران‌های انسانی بوده است. تأمین منابع غذایی باید فراتر از پخش مواد غذایی به پناهجویان باشد، بلکه باید به آنها امکان تأمین و تولید مواد مورد نیاز داده شود. طی 14 سال گذشته حجم کمک‌های بشردوستانه 10 برابر شده است. در این بین کمک به زنها و کودکان اهمیت زیادی دارد. ما این گروه تولید صنایع دستی را تشکیل دادیم تا زنها بتوانند به این مرکز بیایند و ساک دستی، جواهرات و لوازم دیگر را تولید کنند. سپس این محصولات فروخته می‌شود و پول آن به حساب این زنها واریز می‌شود. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، در حال حاضر بیش از 125 میلیون نفر در دنیا به حمایت و کمک‌های بشردوستانه نیاز مبرم دارند. هزینه لازم برای حمایت از این افراد حدود 30 میلیارد دلار برآورد شده است.